منم مریم، خدمتگزار تو. میدانی که پدر ندارم، از مادرم هم جدا میشوم تا برای خدمت به نزد تو بیایم. خدایا به این کنیز خدمتگزارت نیرو عطا بفرما تا دوری از مادرش را بتواند تحمل کند. به مادرم نیز قدرت عنایت بفرما تا این دوری را بپذیرد. از مادرت خداحافظی کن. مریم، های دختر امام برسید مگر برای تکیه نخست ساده نمی کنید. چه آقا چه؟ نگاه کن، این مریم است، دختر امام. او را به معبد آوردن. سلام بر شما. سلام. خوب زکری، بالاخره کار خودت را کردی. دیگر رسیدیم. این هم معبد.
حنا. بخور. چیزی نیست، کمی سرم گیج رفت. می روم کمی آب بیاورم. چه شده؟ چه شده حنا؟ چه شده؟ سلام مریم. سلام پدر بزرگ. به چه فکر میکنی مریم؟ من حساب کردم تا کنون 6 ماه و 17 روز است که به معبد آمدم. به تو خیلی سخت گذشته؟ خیر، اما هر روز که میگذرد تمام هوش و حواسم به این است که چه وقت مادرم به دیدارم می آید. اما روزها می گذرد و شبها می رسد و او نمی آید. غمی بر دلم افتاده و احساس عجیبی دارم. شما چرا گریه می کنید پدر بزرگ؟ من هم به یاد مادرم افتادم که او را خیلی دوست داشتم. روزی برای آوردن هیزم به جنگل رفته بودم. ناگهان غم سنگینی سینه‌ام را فشرد. مثل تو من هم دیدم در درونم احساس عجیبی دارم که نمیتوانم وصف کنم. در بازگشت دیدم عده‌ای جلوی خانه جمع شدند. از میان مردم به درون رفتم. مادرم در بستر آرمیده بود، چشمانش بسته بود مثل خواب، صورتش آرام آرام بر بستر قرار داشت، گویی یک بار درد و رنج زندگی او را ترک کرده بود.
دستانم را به دور گردنش حلقه کردم، رویش را بوسیدم، بیدار نشد. شما چیزی میخواهید به من بگویید پدر بزرگ؟ درباره مادر من هست. ممکن است مادر من هم حالا فهمیدم چرا به دیدارم نمی آمد. مریم کوچک و مظلوم من، خدایا مادرم را از دست دادم، او را به تو سپردم تا در پناه محبت و رحمت خود قرار دهی. من را در تنهاییم رها نکن که سخت دل شکسته و غمگین.